سلام، سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان خوب شبکه ماهواره مسیحیان فارسی زبان 107 پارس. امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های مک ورلد یا دنیای مکینتاش در خدمت شما هستیم و این برنامه قسمت دوم از برنامه ما هستش. در قسمت قبلی با هم یه مرور کوتاهی داشتیم بر تاریخچه شرکت اپل و در واقع سیستم عامل هایی که این شرکت تولید کرده و کمی هم در مورد سیستم عامل اسنو لئوپارد با هم صحبت کردیم که الان یه مرور خیلی کوتاهی خواهیم داشت در مورد چیزهایی که در هفته پیش با هم جلسه پیش با هم صحبت کردیم که همونطور که در تصویر الان مشاهده می‌کنید در مورد منیو بار با هم صحبت کردیم همونطور که در صفحه می‌بینید و همینطور در مورد اپل منیو و آپشنایی که اونجا هستش و کمی هم در مورد منوی فایندر با هم صحبت کردیم. اما امروز با هم می‌خوایم مروری داشته باشیم درباره منوی داک. منوی داک همونطور که در تصویر می‌بینید در پایین صفحه‌های مانیتور و اسکرین شما قرار داره که در واقع اونجا اپلیکیشن‌ها و یا برنامه‌های هستش که روی سیستم عامل شما نصب شده. یه توضیحی رو براتون بگم، شاید ممکنه که کمی گیج شده باشین. در سیستم عامل مکینتاش در واقع به سافت‌ور یا برنامه‌هایی که توی سیستم عامل هستش اپلیکیشن میگن، یعنی سافت‌ور نمیگن، مثلا یا پروگرام نمیگن. مثلا توی ویندوز شما اگر add or remove program دارید، مثلا اینجا هم چیزی نه، اینجا اپلیکیشن هستش. بنابراین اینو خواستم بگم که وقتی من میگم اپلیکیشن بدونید منظورم چی هستش، در واقع همون سافت‌ور یا پروگرام‌هایی هستش که روی سیستم عامل شما نصب شده. همونطور که مشاهده می‌کنید منوی داک به صورت دیفالت در پایین صفحه دسکتاپ به صورت افقی قرار گرفته، ولی جای این منو قابل تغییر است و همچنین سایز یا اندازه آیکون‌های اپلیکیشن که در این منو قرار دارن شما میتونید اونا رو تغییر بدین و تغییرات و تنظیماتی که مورد علاقتون هست رو اعمال کنید در منوی داک. قبل از اینکه بخوام توضیحی در مورد برنامه‌ها و یا اپلیکیشن‌های نصب شده روی منوی داک به شما بدم، لازم می‌دونم که در مورد تغییرات ویژوال یا تصویری که شما می‌تونید در منوی داک به وجود بیارید رو باهاتون مرور کنم و در مورد اون با شما صحبت کنم. همونطور که مشاهده می‌کنید در منوی داک چند تا گزینه وجود داره و اولین گزینه Turn Hiding On هستش که اگر شما روی این گزینه با ماوس کلیک کنید منوی داک در واقع از صفحه محو میشه. همونطور که در تصویر دیدید منوی داک الان اونجا نیستش، ولی به قول دوستا این منوی یه جورایی اونجا قایم شده و اگر شما با ماوس به پایین صفحه برید همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید و ماوس رو در جایی که منو قرار داره ببرید می‌بینید که منوی داک به صورت ویزیبل و یا نمایان در میاد و یا به عبارت دیگه بروی صفحه دسکتاپ شما ظاهر میشه. گزینه بعدی در منوی داک گزینه Turn Magnification On می باشد که معنی روشن کردن یا اکتیو کردن بزرگ نمایی منوی داک بروی صفحه دسکتاپ هست. همونطور که در صفحه مشاهده می کنید وقتی من منوی بزرگ نمایی رو آن می کنم و یا اون رو اکتیو می کنم، وقتی با ماوس روی داک میریم هر جا که ماوس من اونجا قرار بگیره، در واقع پوینتر ماوس اونجا باشه و روی هر اپلیکیشنی قرار بگیره، اون آیکون بزرگ میشه و در واقع این کار به ما کمک میکنه تا برنامه مورد نظری که میخوایم باز کنیم در منوی داک اونو راحت‌تر پیدا کنیم و اون برنامه رو باز کنیم و اجرا کنیم. اما قسمت بعدی در منوی داک همونطور که مشاهده می کنید Position on left, right and bottom می باشد که در واقع منوی داک رو در صفحه دسکتاپ جاش رو تغییر میده. و برای نمونه اگه اکنون من بخوام منوی داک رو در قسمت پایین یا باتوم قرار بدم که در واقع این دیفالت سیتینگش هستش، حالا اگه من بخوام این پوزیشن رو به سمت چپ ببرم روی گزینه پوزیشن آن لفت کلیک میکنم و همونطور که شما مشاهده میکنید منوی داک به سمت چپ صفحه دسکتاپ و یا اسکرین شما منتقل میشه و یا اگه بخوام اونو به سمت راست ببرم روی گزینه پوزیشن آن رایت کلیک میکنم و همونطور که میبینید منوی داک به سمت راست دسکتاپ و یا اسکرین صفحه شما منتقل میشه.
و اما آخرین گزینه در منوی داک گزینه داک پرفرنسز می باشد که در واقع به معنی تنظیمات و تغییرات در منوی داک می باشد. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید آپشن ها و یا گزینه های متعددی هست که شما می تونید با توجه به نیاز و یا سلیقه خودتون تغییراتی رو روی اون انجام بدید. گزینه اول گزینه سایز یا تغییر در اندازه منوی داک می باشد که همونطور که در تصویر دارید مشاهده میکنید وقتی از اسمال یعنی کوچیک به سمت لارج یا بزرگ میرم منوی داک در اون پایین بزرگتر میشه و بالعکس اگر از سمت لارج یعنی بزرگ به سمت اسمال ببرم منوی داک کوچیکتر میشه. قسمت بعدی مگنیفیکیشن یا بزرگنمایی هست که دقایقی پیش در مورد اون توضیح مختصری دادیم که چه کارایی داره. و اگر شما اون مارکی رو که در صفحه و اون جای کلیکی رو که در صفحه میبینید وردارید و یا به قول معروف تیکش رو بردارید دیگه بزرگنمایی با حرکت ماوس بر روی منوی داک انجام نمیشه. ولی اگر این گزینه رو تیک بزنید و مارکش کنید میتونید مقدار و اندازه بزرگنمایی رو کنترل کنید. منظورم رو الان در تصویر به شما نشون میدم. همونطور که میبینید من الان در تصویر دارم از سمت مینیموم به سمت مکسیموم یعنی از سمت کوچکتر به بزرگتر میرم و همونطور که میبینید وقتی با ماوس به روی صفحه دسکتاپ کلیک میکنم یعنی در روی منوی داک این بزرگنمایی بزرگتر میشه از سمت مینیموم به مکسیموم که میرم و برعکس وقتی که از سمت مکسیموم به سمت مینیموم میرم بزرگنمایی که کلیک ماوس من بر روی اپلیکیشن های روی داک نشون میده کوچیکتر میشه. یه نکته قبل از این که من بخوام فراموش کنم بهش اشاره کنم اینه که شما میتونید سایز و یا اندازه منوی داک رو بدون رفتن توی منوی فایندر یعنی منیو بار بالای صفحه در واقع میتونید بر روی خود داک انجام بدید. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر شما با ماوس همونطور که در صفحه مشاهده میکنید روی منوی داک در آخرین اپلیکیشنی در که در سمت راست هست یک سری خط نقطه چین هستش که اپلیکیشن ها رو از پوشه های شما و یا فایل هایی که دارید جدا میکنه. وقتی شما با ماوس روی اون میرید همونطور که میبینید پوینتر ماوس شکلش عوض میشه و وقتی شما کلیک چپ و یا لفت کلیک ماوس رو نگه دارید و ماوس رو به سمت بالا هدایت کنید میتونید که سایز داک رو بزرگتر کنید و وقتی که رایت لفت کلیک رو نگه داشتید و ماوس رو به سمت پایین میکشید در واقع اندازه و یا سکیل داک در واقع کمتر و کوچکتر میشه. پس یادتون باشه برای این کار وقتی شما کلیک میکنید روی اون نقطه چین و یا اون خطی که جدا شده یادتون باشه که دستتون رو از روی لفت کلیک یا کلیک سمت چپ ماوس بر ندارید. دوستان عزیز با هم مروری داشتیم بر منوی داک و اما حالا وقتشه که در مورد اپلیکیشن ها و یا همونطور که اشاره کردم برنامه هایی که نصب شده و به صورت دیفالت وقتی شما اسنولوپارد رو اینستال میکنید در روی منوی داک قرار داره در مورد اون اپلیکیشن ها میخواییم با هم صحبت کنیم. اولین اپلیکیشنی که در موردش در جلسه قبلی هم صحبت کردیم فایندر هستش. فایندر اصلی ترین اپلیکیشن یا برنامه در سیستم عامل های مکینتاش برای تنظیمات تغییرات در فایل ها و یا پوشه های موجود در کامپیوتر شما می باشن. در مورد فایندر بعداً به صورت مفصل و کامل در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد. همونطور که در صفحه هم مشاهده می کنید منوی فایندر اولین اپلیکیشن هستش از سمت چپ در منوی داک که تن اپلیکیشنی هستش که شما نمیتونید از روی داک برش دارید اضافه کنید و یا کلن تغییرش ایجاد بکنید. و اما اپلیکیشن بعدی داشبورد هستش که برای اون دسته از عزیزانی که تا به حال با سیستم عامل های مکینتاش کار نکردن میتونه بسیار جالب و جذاب باشه. البته گرچند در سیستم عامل های جدید مایکروسافت هم مانند ویستا و ویندوز 7 از این تکنولوژی تا حدودی استفاده شده ولی در هر صورت مبتکر این تکنولوژی شرکت اپل می باشد.
وقتی شما با ماوس روی داشبورد کلیک میکنید، همونطور که در تصویر مشاهده میکنید، پنجره جدید باز میشه که به صورت ترانسپرنت یا شفاف هستش، که این امکانو به شما میده تا بتونید همزمان هم دسکتاپ رو ببینید هم به داشبورد دسترسی یا اکسس داشته باشید. در واقع داشبورد برای تغییرات و تنظیم‌های ویجت های سیستم هستش. در مورد داشبورد در درس‌های بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد، ولی الان جا داره تا یک مرور کوتاهی با هم داشته باشیم. همونطور که مشاهده می‌کنید، وقتی من روی داشبورد بر روی داک با ماوس کلیک می‌کنم، چند تا پنجره جدید از اپلیکیشن‌ها باز میشه. پایین صفحه در گوشه سمت راست یک علامت به علاوه یا مثبت مشاهده می‌کنید و وقتی که شما روی اون کلیک می‌کنید، همونطور که من الان این کار کردم، یک منیو بار جدید در پایین صفحه باز میشه که در واقع ویجت‌های دستگاه، تمام ویجت‌هایی که شما دارید رو بهتون نشون میده که شما با درگ اند دراپ کردن میتونید اونها رو به صفحه داشبورد اضافه کنید. و برای اون دسته عزیزانی که احتمالاً نمیدونن درگ اند دراپ چی هستش و یا به زبان انگلیسی نمیدونن توضیحش چیه، درگ به معنی کشیدن یا به زور کشیدن هستش که شما با نگه داشتن کلیک سمت چپ ماوس و نگه داشتن اون بر روی آیتم مورد نظرتون، آیتم رو به جایی که میخواهید میکشونید و با ول کردن کلیک ماوس اون آیتم رو دراپ یا رها میکنید، که در واقع به این عمل میگن درگ اند دراپ کردن. و اما اپلیکیشن بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم آی چت نام داره. بله، اسمش خیلی واضح هستش، فکر میکنم شما دوستان متوجه شده باشین این اپلیکیشن کارش چیه. در واقع این اپلیکیشن همونطور که در صفحه مشاهده میکنید اپل اینستنت مسیجینگ پروگرام هستش، یا به عبارتی دیگه مسنجر مخصوص اپل هستش، که در مورد آی چت و کارایی‌های اون هم در جلسات بعدی توضیحات بیشتری رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. و اما اپلیکیشن بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم ادرس بوک هستش، که همونطور که از اسمش مشخصه جایی هستش، یعنی اپلیکیشنی هستش که شما میتونید اطلاعات خودتون، اطلاعات شخصی در مورد تلفن‌ها و یا آدرس دوستان، همکاران و یا کسانی که شما باشون در ارتباط هستین رو در این اپلیکیشن ذخیره کنید و یه جورای حالت دفترچه تلفن و یا دفترچه آدرس داره. همونطور که میبینید اپلیکیشن بعدی پریویو اپلیکیشن هستش، که برای دیدن و یا مرور عکس یا داکیومنت و فایل های مختلف با فرمت های مختلف از جمله پی دی اف فایل، فایل های مایکروسافت ورد مثل ورد، اکسل و بسیاری فرمت های دیگه از اون استفاده میشه. من برای نمونه یک عکس رو اینجا برای شما باز میکنم و همونطور که میبینید این عکس از طریق اپلیکیشن پریویو من میتونم این عکس رو مشاهده کنم. و اما اپلیکیشن بعدی آیتیون هستش، که دیگه فکر میکنم به خاطر آیپاد و آیفون اکثر شما عزیزان با این برنامه آشنایی داشته باشین، چون که آیفون و آیپاد همونطور که میدونید در واقع جز محبوب ترین موبایل ها و امپی 3 پلیر های موجود در مارکت و بازار هستن و فکر میکنم در بین عزیزان ما در داخل کشورم خیلی از شما دوستان باشین که طرفدار این دو پروداکت و تولید شرکت اپل باشین و یا خودتون این دستگاه رو داشته باشین. در واقع آیتیون برنامه‌ای برای پخش انواع فایل‌های صوتی یا به عبارت دیگر موزیک و همچنین پخش فایل‌های تصویری با ویدیو ازش استفاده می‌کنیم. همونطور که می‌دونید در سیستم عامل‌های مکینتاش آیتیون تنها برنامه‌ای هست که شما می‌تونید باهاش به آیپاد و یا آیفون خودتون دسترسی داشته باشین، که البته شرکت اپل برای اینکه مارکتینگ خودش رو و یا بیزینس خودش رو گسترش بده آیتیون رو برای نرم افزارهای دیگه و در واقع سیستم عامل‌های دیگه هم تولید کرده، مثل ویندوز، لینوکس و سیستم عامل های دیگه هم میتونن با دانلود کردن و اینستال آیتیون بتونن به آیفون و آیپاد دسترسی داشته باشن و از برنامه آیتیون استفاده کنن. و اما اپلیکیشن بعدی که میخواییم در موردش با شما صحبت کنیم همونطور که در تصویر میبینید Spaces هستش، که کارهای بسیار بسیار جالبی داره و به شما این امکان رو میده که همزمان چند تا دسکتاپ داشته باشید. و برای اینکه بیشتر متوجه کار این اپلیکیشن بشین، لطفاً به تصاویر زیر توجه کنید که من الان به شما دارم نشون میدم. و
وقتی شما روی منوی اسپیسز با ماوس کلیک میکنید این صفحه باز میشه که در واقع صفحه تنظیمات منوی اسپیسز هستش. همونطور که میبینید وقتی برای اولین بار میخواهید اسپیسز رو اکتیف کنید پیغامی رو روی صفحه به شما میده که داره میگه اسپیسز تا حالا تنظیم نشده و برای تنظیم اون و در واقع اکتیف کردن این برنامه باید روی ستاپ اسپیسز کلیک کنید. و وقتی این کار میکنید پنجره جدیدی در سیستم پرفرنسز باز میشه. در قسمت بالا سمت راست همونطور که میبینید Show Spaces in Menu Bar مارک شده و در واقع تیک خورده که به شما این امکان دسترسی سریع به این منو رو برای تغییرات بعدی که احیانا بعداً میخواین انجام بدید میده و توصیه میکنم اگر میخواهید از این اپلیکیشن یعنی اپلیکیشن Spaces استفاده کنید این گزینه رو دست نخورده بذارید و بذارید که Show Spaces in Menu Bar مارک شده و یا کلیک شده و تیک خورده باشه و به همین صورت قرار بدید. و اما برای اکتیو کردن شما باید گزینه Enable Spaces رو روش کلیک کنید و اونو مارک کنید. در ابتدا و در واقع در حالت دیفالت سیتینگ شما میتونید 4 تا صفحه دسکتاپ های مختلف داشته باشید. ولی با کلیک کردن بر روی علامت های به علاوه به صورت افقی و یا عمودی به صفحه دسکتاپ همونطور که میبینید یه علامت به علاوه روی رو هستش، یه علامت به علاوه هم روی صفحه عمودی هستش که با کلیک کردن برای اون میتونید به صفحات دسکتاپ مجازی خودتون اضافه کنید. خب حالا میخوایم ببینیم که چطوری میشه ما میتونیم چند تا دسکتاپ داشته باشیم و اونها رو در آن واحد جابجا کنیم و از یک دسکتاپ به یک دسکتاپ دیگه بپریم. اگر به تصویر دقت کنید در پنجره وسط که اسمش Application Assignment هستش پایینش یک علامت به علاوه و یا Add داره و وقتی من روی اون کلیک میکنم یک پنجره کوچیک باز میشه و در اینجا شما لیستی از برنامه هایی که در حال حاضر باز هستن و من دارم با اونو کار میکنم رو در اینجا میبینید و برای نمونه من الان یه وب براوزر که در سیستم عامل های مکینتاش اسمش سافاری هستش مثل همون اینترنت اکسپلورر یا فایرفوکس موزیلا فایرفوکس در سیستم عامل اپل وب براوزر اصلی سافاری هستش. من الان یک وب براوزر سافاری باز میکنم و همطور که میبینید وقتی که منوی اسپیسز رو میبندم و باز میکنم اون اونجا میاد و من میتونم که اونو قرار بدم و همونطور که دارید مشاهده میکنید منم الان به شما نشون میدم روبروی این وب براوزر یعنی سافاری که من الان انتخاب کردم در منوی اسپیسز در قسمت اپلیکیشن اسایمنت روبروش یک شماره قرار داده که نوشته دسکتاپ 1 یا شماره 1 و حالا من چند تا اپلیکیشن دیگه اضافه میکنم و همونطور که مشاهده میکنید تمامی اینها در صفحه دسکتاپ 1 نمایش داده میشن. اما اگه دقت کرده باشید روبروی هر اپلیکیشن که من اضافه کردم در قسمت اسپیسز شماره هایی قرار داره که در واقع اون شماره 1 رو شما میتونید تغییر بدین بر اساس تعداد دسکتاپ هایی که شما دارین. الان در حال حاضر ما 4 تا دسکتاپ انتخاب کردیم یعنی میتونیم تا 4 تا دسکتاپ داشته باشیم. پس من میتونم از شماره 1 تا 4 و یا حتی every desktop رو انتخاب کنم که در مورد گزینه آخر برای شما بعداً توضیح میدم. حالا من اگه اینها رو بیام هر کدوم رو روی یک دسکتاپ قرار بدم الان شما میبینید که چه اتفاقی میفته. بله دسکتاپ 1, 2, 3, و 4. بله همونطور که مشاهده میکنید با عوض کردن شماره دسکتاپ این اپلیکیشن ها به دسکتاپ های دیگه منتقل میشن و اگر به تصاویر باز هم دقت کنید من با تغییر دادن شماره دسکتاپ در منو بار که در بالا میبینید همونی که گفتم اولش دست نزنید بذارید همونجا باشه میتونم صفحاتم دسکتاپ رو جابجا کنم و در واقع از یک دسکتاپ به دسکتاپ دیگه برم. ولی یک شورتکاتی هم برای انجام این کار هستش. همونطور که مشاهده میکنید F1 for activate spaces هست که من وقتی روی اون کلیک میکنم یعنی در واقع F1 رو میزنم تمامی دسکتاپ ها که من اکتیو دارم و در واقع 4 تا دسکتاپی که من دارم میاد و من با کلیک کردن با ماوس روی هر کدوم از اونها اون دسکتاپ رو در واقع میارمش جلو و میتونم با اون کار بکنم. با هم مروری داشتیم بر یک سری از اپلیکیشن هایی که بر روی منوی داک قرار دارن.
ولی متاسفانه وقت برنامه ما به اتمام رسیده و وقت بیشتری نداریم تا بخوایم توضیحات بیشتری رو بدیم. برابر این ادامه صحبت ها رو در به جلسات بعدی موکول میکنیم. خب دوستان، امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه و از اون لذت برده باشین. همونطور که مشاهده میکنید این کانتکت اینفو ما هستش و در واقع شما اگر میخواید با ما در تماس باشین، حالا از طریق یا مسنجر، از طریق ایمیل آدرس، از طریق یوتیوب و یا از طریق فیسبوک میتونید که با ما در تماس باشید و ما خوشحال میشیم که بتونیم نظرات شما رو در مورد برنامه بشنویم و یا بتونیم به شما کمک کنیم در نحوه استفاده از سیستم عامل های مکینتاش و مخصوصا اسنو لوپارد. خب تا برنامه بعدی، تک تک شما عزیزان رو به دستان بزرگ خداوند میسپارم. امیدوارم هر جا که هستیم شاد، پیروز و تندرست باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.